امر به معروف و نهی از منکر. یکی از واجبات امر به معروف و نهی از منکره. این یه چیز طبیعیه، یعنی تمام پدر و مادرها به بچهش میگن بکن این کار خوبه، یا میگن کار بده میگن نکن. بکنم معروفه، این کار نکنم نهی از منکر. تو همه دنیا بوده و هست و خواهد بود. حتی تو حیوانها هم هشدار هست. قرآن میگه یه مورچه به باقی مورچه ها گفت زود برید تو لونه ها، لشکر سلیمان همه رو شما رو پامال میکنن، حالشون هم نیست. یعنی تا احساس خطر کرد این مورچه به باقی مورچه ها هشدار داد. امر معروف علامت اینه که من زنده هستم، دلم میسوزه، جامعه رو دوست دارم، افراد رو دوست دارم، مکتب رو دوست دارم. به قدر امر معروف مهمه که امام حسین فرمود میرم کربلا برای که من بنا دارم امر معروف کنم، نهی از منکر کنم. یعنی امر معروف یعنی خوبی ها رو تشویق کنم. اگر خواستید تو جامعه خوبی زیاد بشه باید خوبی ها رو تشویق کرد. وقتی به یه فوتبالیست یه جایزه سنگین میدن، جوان ها کشیده میشن به سمت فوتبال. اگر خواستید جوان ها به خوبی کشیده بشن باید خوبی ها رو امر کنیم، به خوبی ها تشویق کنیم، نهی از منکر. اصلا یه کسی خوب و بد دید و نگفت آفرین، نه جلو خوب، نه نسبت به خوبی تشکر کرد، نه نسبت به بدی داد زد، فهو میتون بین الاحیا، یعنی مرده عمودیه. واجبیست که امام حسین علیه السلام برای جون داد. و بزرگترین معروف ها هم نمازه، که سفارش به نماز بکنیم، سفارش به زکات بکنیم، سفارش به والدین بکنیم، سفارش به تحصیل بکنیم. امر به معروف و نهی از منکر با وجود برخی شرایط واجب می شود و در صورت نبود یکی از آن شرایط تکلیف ساقط است و آنها عبارتند از: یک، بدانیم کاری که او انجام می دهد حرام است یا کاری که ترک کرده واجب است. بنابراین آشنایی با واجبات و محرمات اسلامی اولین شرط است. دو، احتمال بدهیم امر یا نهی ما تأثیر دارد. بنابراین اگر می دانیم تأثیری ندارد، امر و نهی واجب نیست. سه، شخص گناهکار قصد ادامه گناه را داشته باشد. پس اگر احتمال بدهیم که گناهکار بنای ترک عمل را دارد و دوباره تکرار نمی کند یا موفق به تکرار نمی شود، امر و نهی واجب نیست. چهار، امر و نهی سبب ضرر جانی یا آبرویی یا ضرر مالی قابل توجه به ما یا سایر مؤمنین نباشد. اگر این شرایط وجود داشت، امر به معروف و نهی از منکر واجب شده است و باید به آن اقدام کنیم. فساد طوری، اول سیگاره، بعد تبدیل میشه به تریاک هروئین، اول به نامحرم لبخند میزنه، بعد دست میده، بعد روبوسی میکنه، بعد ممکنه کارهای بدتر هم بکنه. یعنی منکر رو از جلو از اول با جلوش کنه. ولذا قرآن اول میگه که ان بعض از زن سوء زن نبرید. چون سوء زن که گفتی اول دادم سوء زن، میگه بنظرم سوء زن که بود دنبال گناه سوء زن میره سراغ تجسس، دنبال تجسس ای بود در میاره و غیبت میکنه. ولذا اول قرآن گفته سوء زن نبرید، بعد گفته تجسس نکنید، بعد گفته غیبت نکنید. اما این واجب مهم سه مرحله دارد که اگر با عمل به هر مرتبه هدف حاصل شود، انجام مرحله بعدی جایز نیست. این مراحل عبارتند از: اول، با معصیت کار طوری رفتار شود که بفهمد به سبب انجام آن گناه با او این گونه عمل می شود، مثل اینکه از او رو برگردانیم یا با چهره ناراحت با او برخورد کنیم یا موقتاً با او رفت و آمد نکنیم. دوم، امر و نهی با زبان، یعنی به او دستور دهیم که واجبی را که ترک کرده است به جا آورد یا آن گناه را ترک کند. سوم، استفاده از زور و برخورد عملی. منتها نهی از منکر همش با زبان نیست. اگر یه جوانی فاسده
باید اقدام کنیم، دومادش کنیم. گاهی وقتا مثلا یه آهنگی رو گوش میدن، آهنگ حرامه، شما یه نوار خوب باید بهش بدی. مثل مادری که میخواد سرشیشه رو از بچه‌ش بگیره، خب پس باید سینه خودش در اختیار بذاره، ایشیر مادر بخوره تا سرشیشه نخوره، غذا سالم بخوره تا اون. یعنی ما باید زمینه‌های حلال را فراهم کنیم که این بچه به حرام نیفته. مثلا بچه میخواد بخنده، خب باید یه خنده های حکیمانه درست طراحی بشه تا مثلا بچه به خاطر تفریحش دنبال دلقکا و آدمای هرزه نره. خنده های حکیمانه رو باید تهیه کرد. وقتی خداوند به حضرت آدم میخواد بگه نهی از منکر کنه که گندم نخور، اول میگه کلا منهما رغدن حیث شئتما، به هر چی میخوای بخور. بعد میگه ولا تقرب هذه الشجره، این شجره رو نخور. یعنی اگر میخوای بگی با رفیق نشو، پس خودت باش رفیق شو. حدیث داریم من کان له سبیون سبا یا فلیت سبا، یعنی بچت هم بازی میخواد. تو میخوای با بچهای کوچه یا بچهایی که مثلا فکر میکنی بعضیاشون نااهلن، میخوای بچت رفیق نشه، پس خودت بچه شو. با بچت برید پارک، برید سینما، برید بستنی بخورید، برید نماز جمعه. یعنی نیازهای طبیعی بچه رو تامین کن که بچه نیاز نداشته بشه که بره با بچهای که بعضیاشون نااهلن رفیق بشه. یعنی تاجر نهی از منکرش با زبون نیست، به اینه که وام بده چهار تا جوون دوماچه، یکی با زبون، یکی با مال، یکی با هر چی دیگه است. البته طبق نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با توجه به اینکه در زمان قدرت حکومت اسلامی امکان ارجاع مرتبه سوم به قوه قضاییه یا نیروی انتظامی وجود دارد، به ویژه در مواردی که امر و نهی متوقف بر تصرف در اموال باشد یا لازم است تعزیر یا زندانی شود، بر افراد واجب است به دو مرحله اول و دوم اکتفا کنند و در صورتی که اثر نکرد و نیاز به اعمال قدرت وجود داشت، مسئله را به نیروهای انتظامی و قضایی ارجاع دهند. من نمیشدم هم معروف و رها که برای اینکه من میترسم بگم گوش ندن. خب گوش ندن، گفتن شما ثواب داره. اذانگو وقتی میگه حی علی الصلاه ثواب داره، ولی حالا کسی مسجد نیاد. گفتن شما عبادته، گفتن شما سکوتو میشکنه. بالاخره وقتی اونم میگه اونم نمیگه، جامعه میشه خفقان. امر معروف نشانه آزادی جامعه است، امر معروف نشانه سوز شماست، امر معروف ثواب داره ولی کسی گوش نده. بعضی هم میگن حالا ما بگیم امروز گوش میده، فردا چی؟ شما امروز دستت بشور، حالا فردا دستت کثیف شد، شد نشد، نشد آب داشتی، نباشه بگم حالا من امروز داشتم فردا چی. فعلا دستت آلوده باید بشوری. بعضی هم میگن موسی به دین خود، عیسی به دین خود. غلطه. جامعه مثل یک کشتیه، یک گوشه کشتی رو سوراخ کنی آب وارد چه همه غرق میشن. بعضی ها میگن ممکنه به ما اهانت بشه، طوری نیست. بعضی وقتا باید انسان بگه ولو قیمتی که جونش هم بره، فرق میکنه. بعضی از معروف ها به قدر مهمه و بعضی از منکر ها به قدر مهمه که انسان باید بیاد جلو ولو به قیمت جونش بشه. قرآن میگه یقتلون الذین یأمرون بالمعروف، یعنی یه عده معروف میکردن و کشته میشدن. امام حسین شهید شد به خاطر که منکر، منکر مهمی بود. حکومت فاسد یزید منکره و برای که این منکر رو برداره میارزه که امام حسین هم شهید بشه. یعنی مثلا یه ناشی پشت فرمون میشینه که شما اگه گفتی بیای پایین فوشت میده، بده اصلا باید فوشت هم بده، اصلا باید دستش بگیر از پشت فرمون بکشی پایین، ولو نیاد باید بزن تو کلش. چون خواسته بشه بگی حالا به مچه به من توهین خواد کرد، به مچه دعوا کنم، خب این پشت فرمون بشینه یه عده رو میندازه تو دره. بری گاهی وقتا نه، منکر عقد نیست که آدم، یعنی باید حساب کرد که منکر چیه و خطر چیه. گاهی هم ممکنه گوش حرف شما ندن به خاطر سن و سواد یا مثلا موقعیت اجتماعی شما کمرنگه، گوش حرف ندن، ولی شما باید به یکی دیگه بگی او بره بگه. مثلا زن میبینه شوهرش نماز نمیخونه یا به عکس، اینو مثلا ممکنه حرف شما اثر نذاره. ببین شوهرت مثلا مورد کیه، به کی علاقه داره، به کدوم مثلا مسئول یا رئیس دانشگاه، روحانی، تاجر، ورزشکار، ببین با کی رفیقه، به او بگو او روش حرف بزنه. یادم هست که یه وقت رسول خادم میخواست از ایران بره آمریکا بره کشتی مسابقات، بهش گفتم اگر نفر اول دنیا شدی یه سجده شک کن که ماهواره نشون بدن. گفت آخه ریا میشه. گفتم همین ریا ثواب داره، هر ریا که حرام نیست که. زنی هم که آرایش بکنه خودشو بره شوهر ریاست، اما همین آرایش ثواب داره.
به هر حالشون رفت و قهرمان دنیا شد و سجده کرد و ماهوارام نشون دادن و گفتن چیه؟ گفتن مسلمان‌ها وقتی خدا بهشون نعمت میده به شکرانه او سجده میکنن. خب من چگونه سجده شکر تو همین ماهوارهای دنیا ببرم؟ من نمیتونم، حجت الاسلام کار آقای رسول خادم، کار ورزشکار. یه بار گفتم گوش نداد، خب دوبار بگید. میگه اینا که قد میشکنن، وقتی زدم قد نشکه قد نمیزن تو کوچه، اینقدر میزنه تا بشکنه. میگه اگر خواستید در یه شیشه آب لیمو رو واکنی دیدی نمیشه، شیشه رو دور میندازی، اینقدر دست به دست میگردونه تا یکی دشو واکنه. ما گاهی وقتا حرف شما اثر نداره، اونم بگه اونم بگه اونم بگه، اگر یه چیزی یلا بسته نمیشه نخو دولا میکنیم، نخو سلا میکنیم. از این که کار از کار گذشته، گاهی میگن حالا برو بابا کار دی کار گذشته. شما این منکر انجام جلوشو بگید، منکر بعدم خدا بزرگه. آمد فلو حضرت و آقا جمعیت خیلی، جمعیت دشمن تو جبهه، فرمود هر چی جون داری برو جلو. شهرهای بزرگ هم یاجر یاجر ساختن. کار از کار گذشته غلطه، ترس غلطه. بچه هم نگن که ما بچه هستیم. قرآن به لقمان میگه یا بنی اقم الصلاة، بعد میگه و امر بالمعروف. یا بنی یعنی پسر کوچیک من، یعنی بچه هم باید نهی از منکر بکنن. و حرفشون هم اثر داره، اثر میذاره. یه دختر 11 ساله آمد فلو، یکی از مسئولین آموزش پرورش، گفت من مادرم نماز نمیخون. گفتم بنشین با تو حرف بزنم. مادرم نشوندم، گفتم مامان تو منو دوست داری برام زحمت میکشی، بابا رو دوست داری، همه رو دوست داری، خدا رو دوست نداری. گفت چرا؟ گفتم خب اگر خدا رو دوست داری چرا با خدا حرف نمیزنی؟ خدای همه چیزی به شما داده. میگه یه مقداری بعد دختر 11 ساله با مادرش حرف زدم، مادرش گفت چش پامشم نماز خونم، وضو گرفت نماز خون. یعنی گاهی وقتا دختر 11 ساله مادر نماز خون میکنه. به هر حال خدا ان شاء الله به ما توفیق بده، یادمون بده وظیفمون چیه و توفیق بده عمل کنیم، و یادمون بده وظیفمون چی نیست توفیق بده دوری کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.